بذارید شما رو با احتمالا دارکترین نسخه سونیک آشنا کنم نسخه ای که خیلی از طرفدارا فکر میکردن توی داستان سونیک وجود نداره وقتی اسم سوپر سونیک رو میشنویم ذهن بعضی از طرفدارای سونیک مستقیم میره سراغ سونیک طلایی قدرتمند و نمادی که آماده روی روی با چالش بزرگه ولی خب بعضی از طرفدارا سوپر سونیک رو یه چیز کاملا متفاوت میبینن چیزی حتی تاریکتر و تیرهتر از دارک سونیک و همین شکلی بود که الهام بخش خیلی از دیوونگی های سونیک سازهای طرفدار شد معرفی میکنم سوپر سونیک طلایی قاتل زنجیری و شاید عجیب شخصیتی که تا به حال توی تاریخ سونیک دیدیم سونیک فریدوی یا همون سوپر سونیک فریدوی طوریه که بعضیا صداش میکنن ولی خب در واقع همون سوپر با این تفاوت که روانی و غیرقابل کنترل شده و بدون هیچ دلیلی قلبتون رو میکنه اما آیا سوپرسونیک فلیتوی فی فقط یه موجود دیوانوار و شروره یا اینکه عمق بیشتری تو این شخصیت وجود داره که ما هیچ وقت بهش فکر نکردیم بیایید با هم نگاهی بندازیم این سونیک دی هیچ هستش اصلا واقعیه یا همش یه خوابه خب این شخصیت کاملا واقعیه و یه تئوری طرفداری نیستش برای کسایی که توی دهه 90 با های سونیک بریتانیایی قدیمی و محبوب بزرگ شدن سوپر سونیک وی به اندازه یه شخصیت رسمی و واقعی و توسط نویسنده به اسم نیگل کیچین و هنرمندی به اسم ریچارد السون خلق شده اولین حضورش هم توی شماره هفت کمیک سونیک توی 21 آگوست 1993 بود در حالی که سوپر سونیک پیش از تحول آرچی توی سپتامبر 1993 معرفی شد این یعنی سوپرسونیک فلیتوی اولین سونیکه به جز اونایی که توی بازی هستن و به طور عجیبی به نظرم از بقیه سوپرسونیک ها به بازی و دنیا اصلی مگا درایو نزدیک قبل از اینکه شهرتش رو بیشتر کنیم بیاد یه نگاه دقیق تر به طراحی شخصیتش بندازیم رنگ بدنش تلایی باقی مونده و پوست هلوییش هم یه سایه طلایی به خودش گرفته اما برجسته ترین ویژگیش چشمای قرمز مارپیچی که نشون دهنده کسی که عقلش از دست داده طراحیش نسبت به بقیه سوپرسونیکا یکم آشفته تره که بیشتر روی درنده وحشی که بهش تبدیل شده تاکید میکنه این شخصیت سونیک رو مثل تیکی سپونه میخوره بعد هم پس میده دوباره میخوردش دوباره هم پس میده و بعد هم واسه یه روز بارونی میذاردش توی فریزر آره انقدر است حاله اون بیشتر شبیه یه آتیشه که چند تا صدارم این برون بر اون داره و تنها چیزی که میتونم باش مقایسش کنم یه چیزی مثل برودی سوپر افسانه ایه این شخصیت به طور کامل از تمام زنجیراش رها شده خدایا دندوناش دندونهای سوپرسونیک هرچی توی داستان جلوتر میره وحشی تر میشه بذارید یکم تاریخش رو بررسی کنیم سوپرسونیک فلیت وی وقتی خیلی استرس یا عصبانی میشه شوله ور میشه ولی خب همه چی از جایی شروع شد که در معرض انرژی خیلی زیاد و ناپایداری از زمورت آشوب قرار گرفت اولین تبدیلش بعد از بازی اول سونیک بود جایی که هر شش تا مورد آشوب رو جمع کرد و پرتوهای اون به طور عجیبی بدن سونیک رو تغییر داد توی اولین باری که سونیک تبدیل میشه به نظر میاد یه حس عجیب از سونیک قدیمی برای لحظه وجود داره ولی شاید این فقط ای انتقال بوده که سوپرسونیک کنترل رو به دست بگیره چون بعد از اون همه چی عوض میشه از لحظه ای که تبدیل میشه سونیک دیگه هیچ از اتفاقاتی که تو این شکل میفته رو یادش نمیاد ولی وقتی تو اون شکل خیلی خیلی خطرناکه پرخوشگر بیرحمه و ذاتن شروره حتی سعی میکنه حیواناتو بکشه همون حیواناتی که خودش نجاتشون داده بود سوپرسونیک کاملا میدونه که کیه انگار یه موجود دیگه به طور کامل جایگزین سونیک میشه سوپرسونیک حتی با تریز هم بد رفتاری میکنه ولی تریز میتونه سونیک رو آروم کنه توی اولش میبینیم که سوپرسونیک بعد از اینکه هر دوشون با استفاده از زمورد اصلی نیرو میگیرن از متال سونیک هم قویتر میشه بدبخت متال سونیک با سوپرسونیک فلیت وی درگیر نشید رفقا بعدش سراغ ناکلز میره و نشون میده که واقعا یه کابوسه میخواست ناکلز رو توی حوز خون غرق کنه قبل از اینکه دوباره به سونیک تبدیل بشه وقتی که سوپرسونیک سونیک که فکر کشتن دوستاش با این ذات آزارگرانه لذت میبره حتی با گروگان گرفتن ایمی توسط بروتال باز هم نمیشه با سوپر سونیک معامله کرد و سعی کرده بود ایمی رو بکشه نمیشه با این شخصیت چونه زد اون به کل نیروهای بروتال حمله میکنه و نابودشون میکنه سوپرسونیک به خشونتش ادامه میداد و از کشتن بیرحمانه دوستهای بیگناه لذت میبرد تا اینکه توی شماره هشتاد کمی که وحشیگری در جریان شروع میشه و اوضا حتی بدتر میشه سونیک توی محفظه زمورد میافته و به طور اتفاقی تصمیم میگیره امیروز 不过去。 به دوستاش تیلز و ایمی و تورنیدا حمله میکنه و ازش لذت میبره ولی بعد از اینکه میفهمه چیکار کرده سونیک برای محافظت از دوستاش قایم میشه بعدا تیلز و بقیه با هدایت کردن انرژی زمرد به درون سونیک و فرستادن اون انرژی آشوب به منطقه مخصوص سونیک رو نجات میدن ولی این کار یه مشکل به وجود آورد چون انرژی جدا شده به شکل جداگونه تبدیل شد برای همین سونیک و سوپر به دو موجود جداگونه تبدیل شدن اوزا خیلی دیوونه وار میشه وقتی سوپر برمیگرده و برای شدن به سونیک با لورد سایواندر متحد میشه سوپرسونیک به اندازه خودش خطرناکه امارت رو نابود میکنه و از نیروی خودش برای محافظت از سونیک استفاده میکنه تا بتونه لذت کشتنش رو از بین ببره سوپرسونیک یه شخصیت با راستشو راستش رو به های بامزه است البته نگاه گذرا هم به چیزی که ازش میترسه میندازیم و اون هم دوباره یکی شدن با سونیکه اما بعد از یه تلاش ناموفق برای زندانی کردن سوپرسونیک اون رو به سیارک سیاه پرتاب میکنن جایی که برای مدتی میمونه ولی یه انفجار ایجاد میکنه و با یه خشم دوباره برمیگرده تا همه رو ولی به خاطر انفجار قدرتش کم میشه و بدین ترتیب به بزرگترین تغییر شخصیت در تاریخ سونیک میرسیم سوپر سونیک با از دست دادن قدرت ها و حافظش دیگه تهدیدی به حساب نمیاد من این بخش واقعا جالب و تغییر خوب برای سوپر سونیک دیدم اگه بخوایم اینجوری بگیم این سوپر سونیکی که داره مثل سونیک رفتار میکنه اون جای خوبی که پیداش کردن رو تهش میکنه و برای هفته توی مسیر پیدا کردن خودش سرگردون میشه سعی میکنه کار پیدا کنه و با کسی به اسم ابونی که یه شخصیت روانی دوست میشه بعد از یه مدت کم کم به میاره که کی بوده ولی برای مدت کوتاه آروم میمونه اینجا دلم برای سوپرسونیک میسوزه چون از استفاده از قدرتش میترسه که نکنه دوباره شرور بشه ولی وقتی میبینه یه آدم بیگناه داره میمیره مجبور میشه از قدرتش استفاده کنه اون بر میل به شهر غربه میکنه و اونا رو نجات میده ولی با ابونی بحثش میشه و این چیزی توی وجودش دوباره میشکنه ولی ابونی میتونه با جادوش آرومش کنه و اونها سالها به زندگی آرومشون ادامه میدن اما توی شماره 183 پایان سوپرسونیک فرا میرسه سوپرسونیک داره میمیره و ابونی اون رو به یه جای میبره که بقیه دارن با پرفکت کیاوس مبارزه میکنن به این امید که بتونه سوپرسونیک رو دوباره شارژ کنه البته که سونیک با این ایده مخالفه چون فکر میکنه باعث میشه سوپرسونیک دوباره شرور بشه و کاملا هم حق داشت تعم قدرت برای کنترل کردنش خیلی زیاد بود بعدا به لطف ابونی سوپرسونیک دوباره به بدن سونیک مهرمون میشه و کمی بعد هم کمی که سونیک به پایان میرسه اینکه آینده سوپرسونیک میشه به تخیلات ما سپرده شد ای که دوباره کنترل میشه به همون شخصیت شرر قبلی برمیگرده یا به همون روح خوب سابقش تبدیل میشه برای ما طرفدارا یه سوال بی جواب باقی مونده از نظر قدرت و تواناییها هر چیزی که یه سوپرسونیک انتظار دارین رو داره یعنی از که معمولی سریعتر و قوی میتونه پرواز کنه با رد شدن ازشون کشتی های هوایی رو نابود کنه و با یه گردباد سرعتی یا آتش فشان در حال فورون رو خاموش کنه حتی گفته شده که میتونه این سیاره رو نابود کنه اون میتونه سفت فلز و پاره پوره بکنه ولی سرعتش ثبات نداره یه لحظه دور سیاره رو تو چند ثانیه میگرده لحظه بعد ایمیروز ازش جا میده پس آره توی فیلمها ها تقویت شده ای داره از جمله شنوایی که میتونه تا کشتی های هوایی که داره نزدیک میشه رو بشنوه اون دووم و استحکامی داره که میتونه در برابر ضربه های سنگین و دماهای میلیون ها درجه مقاومت کنه هرچند به گفته خودش تقریبا شکست ناپذیره البته تفنگ مدت اون رو کند کرد که البته تونست ازش فرار کنه شاید فقطش بازی میکرد او حتی لیزر چشم هم داره میتونه سپرهای انرژی ایجاد کنه و با انرژیش باعث انفجار بشه که یکیش کل برق موبیوس از کننده. اون یه مه سبز رنگ هم داره که قدرت ناکرزو میگیره که خیلی جالبه دوست داشتم تکنیک بیشتری از این مدل ببینم اما بریم سراغ آینده ای سوپرسونیک فریدوی البته که میراس تاریک سوپرسونیک یه راز باقی موند اینکه آیا بعد از لغو شدن کمیکان میتونست برگرده یا نه نویسنده نیگل به این موضوع اشاره کرده که شاید سوپرسونیک برگشته باشه اما اون رو به ابونی ربط داده اما توی دنباله غیررسمی رسمی که طرفدارا ساختن یعنی سونیک آنلاین سوپرسونیک برگشت و به طرفدارا چیزی رو داد که میخواستن قطعا عشق علاقه زیادی نسبت به این شخصیت وجود داره شاید به این دلیله که یکی از جذابترین موجودات توی دنیای سونیک چون هم اورجینال بود و هم کاراش اون رو از بقیه جدا میکرد اما همچنین ذاتش جا برای رشد و پیشرفت داشت چیزی که به نظرم خیلی از طرفدارا دوست داشتن بیشتر ازش ببینن حالا که بهش فکر میکنم اون از کشتن همه لذت بود، ولی نمیدونم واقعا تونسته حتی نفر رو بکشه به جز بدنیک و بدکای به حال مهم نیست چقدر فکر میکرد شروره یا چطور رفتار میکرد دلم به حال سوپرسونیک میسوزه چون با اینکه میدونست قبلا اون شرور بوده انتخاب کرد زندگی آروم داشته باشه و سالها با دوستاش باشه حتی وقتی میدونست اون قدرت شیطانی رو داره تا زمانی که توی موقعیت سخت گیر نکرد و مجبور نشد از جون بیگونهها دفاع کنه ازش استفاده نکرد و این از نظر من نشونه قوته اینکه بتونی در برابر اون تمایلهای اولیه شرم مقاومت کنیم به نظرم قدرت سوپرسونیک برای اون مثل اعتیاد بود اگه تجربهش نمیکرد میتونست تصمیمهای خودش رو بگیره ولی بعد از اینکه در معرض اون انرژی آشوب قرار میگرفت دیگه کاری از دستش بر نمیومد نیروی اراده درونیش به اندازه کافی قوی نبود و به همین دلیل که تو اون زمانهایی که خوب بود احساس نزدیکی با سوپرسونیک میکردیم چون تلاش میکرد متوجه اشتباهاتش میشد این رشد شخصیتیش بود سوپرسونیک فلیتوی همیشه توی خاطرهامون به عنوان یکی از بحالترین اگه نگیم بحالترین نسخه سونیک توی تاریخ فرانچایز باقی میمونه ولی سوپر سونیک فریت وی رو فقط به خاطر اینکه یه شخصیت شرور یا فقط به خاطر اینکه خیلی قوی یا یه شوخ به با نمک بود به یاد نمیاریم بلکه به این دلیل که شجاعت روبرو شدن با خودش رو داشت و پیروز شد خب رفقا ازتون ممنونیم که این ویدیو رو تا تماشا کردید اگر از ویدیو لذت برید حتما لایک کنید کامنت انگلیسی بذارید صفحه ما رو سابسکرایب کنید و برای از دست ندادن ویدیوهای بیشتر حتما زنگوله رو بزنید تا ویدیوهای بعدی روز و شب خوبی داشته باشید